سلام هم. اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام روبرونم فرزاد نشسته بازهی hey. سلام تو قسمت قبلی توضیح دادیم که قسمت 147 اول بگم تو قسمت قبلی هم توضیح دادیم که قضیه چیه فرزاد چرا اینجاست و فرمت برنامه که عوض شده چه جوریه چیا بهش اضافه شده چیا کم شده و گفتیم که داریم اه... توی یوتیوبم میذاریم برنامه ها رو به صورت تصویری برای کسایی که حالا میتونن نگاه بکنم و حالا ببینن اگه دوست دارن بیشتر بکنیم کانتنتشو و اینکه امروز قسمت 147 موضوع کارون رو میخوایم بریم ببینیم که کارون بعد از دو ماه و نیم اومده میخواد بشینه این پشت چی بگه باز هفته قبل از اینکه بریم که چیزایی که داشت میگفت واقعا چیزای درستی بود. نبود همونطور فیدوک هایی که ما گرفتیم چیزای درستی بود خب بفرمایید قسمت بگم بفهمت. این فصل جدید داره واقعا به من فشار زیادی وارد میکنه فصل شما... چار؟ نه نه فصل پاییز ب... بهار <تصفح> <بحار. تصفح> به خاطر اینکه من حساسیت دارم فصل بهار و اینکه تماقش شدن سر من آره و حالا امروز ما جایی بودیم نباید زیاد عکس و اینا میکرد یعنی <تصفح> جایز نبود عکس کردن و ببین افتاده بودم رگباری پشت سرم حدسه می میکردم مجبور شدم چیز کنم برم مثلا قرص بخرم دوره برگردم واقعا نمیشد دیگه و این فصل داره واقعا من اذیت میکنه تو مشکل باشید. تو, تو همین مشکلاتی داشتی با فصل نه خوب شد ها با نور ماورا نه مادون قرمز مشکل حل خوب کردی بود چی بیشتر توضیح بدی این مورد ببینید مادون قرمز کاری که میکنه اینه که اشعهش طوریه که در واقع طول موجش طوریه که میتونه خیلی عمیق وارد حالا بافت بشه بعد اون بافت رو به ارتعاش در میاره و گردش خون تو ناحیه زیاد میشه و این باعث میشه که ریجوونیت میشه آره دقیقا خود بدن خودش رو ترمیم میکنه بعد استفاده های زیادی داره. حالا فیزیوتراپی رفته باشید ممکنه روی عضلاتتون نور مادون و قرمز بندازن ولی خب عزیزان برادران چینی عزیز یه استیکای دو شاخه‌ای تولید کردن که این هم مادون قرمز اینو میکنید تو دماغ مثلا شاید 20 دقیقه میذاری بمونه تمام مشکلات سینوس و هر چی اون تو رو سوزوند نمی سوزونه بعدا خودش درمان میکنه برای من که درمان کرد سری بعد میتونی اینجا بخری چند 35 دلار 350 و هزار و تومان بدم تو سو بکن تو دماغم. مشکل انساله منو حل کرد بی درد سر <applause> خیلی خب بگو ببینم چی آوردی برامون برامون چیه برامون هفته بریم بگو ببینم میگه که شما یه مدت خیلی زیادی برای امتحان خودت آماده کردی بعد میری میشینی سر جلسه میبینی همه چی یادت رفته انگار مثلا حس میکنی مغزت اصلا پاک شده خب مثلا فرض کن که شما نوازنده ای و خیلی تمرین کردی با گروهت حالا تک نواز گروهی هر چی که هست ولی زمانش که میرسه حس میکنی دستت میخواد خطا بره بازدهید پایین بیاد بله ورزشکاری تو تمرین ها خیلی همه حرکات رو درست انجام میدی و خوب ولی سر قضیه میشی مثلا میری تک به تک خراب میکنی نه حالا باشی آبشار نه اون مشکلش زیگه نه والی باشه آبشار میزنی خطا میره پس نگاه کنید همیشه وزن رکورد تمرینیشون از رکورد واقعیشون خیلی بیشتره مثلا تو تمرین رکورد جهان رو میزنن ولی میرن اون بالا رکورد خودشون هم نمیتونم بزنن آره بازیشون خیلی میاد پایین یا چون مثلا جلسه حالا دفاع تو دانشگاهه دانشگاه یا یه ارائه سر کلاس داری سر توی محیط کار داری از یه مدت زمانی قبل از اینکه حالا این اتفاق بیفته در زمان اجرای شما برسه یه استراب و دلشوره بدی تو خودت حس میکنی درسته یا یه مورد دیگه بگم که مثلا شما به یه فردی خیلی علاقه دارید حالا چه ممکنه قلبا چه جسما هر چیزی و مدت ها ممکنه منتظر اون لحظه صمیمیت باشی ولی اون لحظه که میرسه اونجوری که تصور کرده بودی همه چیز پیش نمیره و صمیمی نمیشید با هم انقدر که مثلا نگرانی که مثلا تجری بگم طرف از غذای شما خوشش نیاد یا غذاتون زود تموم بشه اصلا اون بازه زمانی اونطوری که شما برنامه ریزی کرده بودی پیش نمیره بله حالا اینا دو... رفتیم تو سالاد و اولویه و این چه آره غذاتون زود تموم میشه قبلا هم گفتیم غذا که تموم شد سر باش با. حالا داستان چیه اون قدیما که ما پادکست داشتیم قبل این دو ماهانی استراحتمون یکی از جنابنده سوگل زوگو جان سلام. 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 به ما پیشنهاد داد که راجع به پرفورمنس انگزایتی یا حالا اون استراب و تلاتوم قبل از انجام یه حالا کاری که یه فعلی یه ارائه یا هر چیزی هست صحبت کنیم بل... ایشون خودشون توی چون با اینک بزنم چون که نگاه های عجیب دارم به فرزاد میکنم و قشنگ نیست این تو بیفته هر از گاهی فرزاد نگاه میکنم و این نگاه فرزاد میکنم خب باید خودشون توی حالا دانشگاه اون درسی که میخوندن خیلی چی میخوندن؟ م... سوگل چی میخونی؟ نمیدونم ولی کانادا فکر کنم یافتی بودن. بله. گفتم اون الهه ننه من قریبم تو کانادا اینجا خیلی حاکمه. بل. خیلی اینو حس کردم. من خودم به شخص سر دفاع مسترزم اینجا که بودم خیلی حس کرده بودم که از یکی دو ماه قبل جلسه دفاع و همش نگران اون جلسه بودم حالا اون روزی که همه دارن به تو نگاه میکنن اینا چه اتفاقی قرار بیافته شور کنید لذت ببرید خب خلاص ما رفتیم <تصفح> دقیقا به همین میرسم ما رفتم یه بیشتر نگاه کردم تو اینترنت و اینا دیدم که چه دامنه گسترده ای داره همونجوری که گفتیم از جلسه امتحان بگیر تا ورزش و صمیمیت و همه جا این قضیه ممکنه برای ما پیش بیاد باله. و اصلا یه گلف باز خیلی مشهور هم ظاهرا بوده که سر تاگر. فیلم بر... تایگر بود نه ولی روز فیلم برداری ظاهرا اصلا پنیک اتک کرده نتونسته چیز کنه بابا داشتیم تو بفرمایید شما خانم من خود, خود زمین <تصفح> بنده خدا خانم شیرازی هم بود این گرفت پاشش گرفت تو پاپیونش بنده خدا خیلی بدجور خورد زمین الهی نمیرم واقعا من اما... کافت اون کافت بود شده بود قطع کردم مثلا انقدر دلم سوخت من خواه. ولی بهش نمره خوب دادن همه حالا من یه خبر خوب بدم بهتون بفرمایید چون قبول شدی نه اینه که شما تنها نیستید شما تنها آدمی نیستی که این شرایط رو تجربه می‌کنی و قطعا خیلی های دیگه حالت موشن برای <تصفح> چی می‌خندید این تلویزیون است برنامه‌های مثلا دیارود مریضی داره شما تنها نیستی شما میتونید با شماره گیری شماره یک نو سن او پرفورمنس اگزایتی تا اصلا نه زما حرفم بسن ای حرف بزن به شیطان خیلی الان دارم چیز میشم دارم گرم میشم تا داره رو میاد الان دو تا جمله <تصفح> میگم خجالت <تصفح> بکشی دیگه نه تو خب بگو اینی که همه ممکنه بالاخره تو شرایط مشابه یا غیر مشابه بالاخره گونه های مختلفی از این پدیده خیلی ناخوشایند رو تجربه کرده باشن کلا هم حس خوب به آدم میده که آدم بدون چهار نفر دیگه مثل خودش مریضن بله آره مریضی که نیست ولی به هر حال آره این حالا مریضه به حال ما رفتم گشتم ببینم که توی مغز در واقع چه اتفاقی میفته که این حالت برای ما پیش میاد خیلی جالبه میگه که ما هر کدوم از این کارهایی که بخوایم انجام بدیم در واقع این کارهایی که روتین هستن شما خیلی براش تمرین میکنی و حالا یه روزی اون قضیه شما مثلا باید بری یه چیز رو ارائه بدی ورزشکاری باید بری مسابقه بدی یا هر چی میگه که توی اون زمان فعالیت یه بخشی از مغز به اسم پریفرانتل کورتکس الان فرض تایید میکنن چون نه درسته بله. بله. اون فعالیت اون بخش از مغز این از اون اون بخش مغز که در واقع مسئول تصمیم گیری و توجه آدم است کاهش پیدا میکنه فعالیت اون بخش مغز توی انجام این مدل کارهایی که روتینه و ما خیلی براش تمرین کردیم کاهش پیدا میکنه این باعث میشه اون بخشهایی از مغز که مسئول انجام کارهای روتین هستند مثل حالا مخچه و یا موتور کورتکس <تصفح> که اونها اونجا باز گذاشته آره این عکسش هم این آره که مشغول که در واقع مسئول انجام کارهای روتین هستن کارشون رو بتونن به درستی انجام بدن پس چی شد ما یه بخشی داریم که در واقع مسئول تصمیم گیریه اون اگه فعالیتش کم بشه اون بخشی از مغز که مسئول کارهای روتینه میتونه کارش رو راحت انجام بده در واقع تداخل ایجاد نمیکنه حالا وقتی اون استراب و نگرانی میاد باعث میشه که اون پری فرانتال کورتکس که مسئول همون بخش تصمیم گیریه اون فعالیتش خیلی زیاد بشه و در واقع تداخل پیدا کنه با اون بخش مغزه که مسئول انجام کارهای روتینه باید بگم این پری فرانتال کورتکس که میگه دقیقا پشت پیشونیه این جلو پشت پیشونی میشه پری فرانتال کورتکس یه ذره به صورت بالا جلو به صورت یه ذره مایل به بالا خب آره این لامصب میاد تداخل پیدا میکنه با اون بخشی که کار روتین انجام میده بعد باعث میشه دیگه شما زربان قلبتون بره بالا و احساس خفگی کنید و دیگه شدید بشه بعضی پنیک اتک میگیرن خلاصه این داستانا در واقع میگن آدم اصلا توی شرایط فایت اور فلایت قرار میگیره که اینو قبلا توضیحشو دادیم توی حالا میلیون ها سال تکامل انسان آدم چون در معرض خیلی در واقع خطرات طبیعی بوده حیوان حمله میکرده نمیدونم شاب سنگ میخورده روز زمین شاب به اون صاحب. یه قبیله دیگه حمله میکرده اینو تو خودش در واقع تونسته به وجود بیاره که احساس خطر که بکنید شما فشار خونتون میره بالا کاملا آماده ای که یا بزنی یا فرار کنی در واقع آماده ای که جون خودتو حفظ کنی و حالا توی اون شرایط استرس آور امتحان یا حالا اون پرفورمنسی که دارید که قرار میگیرید ممکنه این حالته بیاد به شما غلبه کنه و در واقع کنترل رو از اون بخش روتین مغز بگیره بده دست این دست این بخش مغز که مشغول تصمیم گیری <applause> اینو یه چیزی بگم سلام گرفت ادای بمیرم در مورد هم صحبت کردیم ما در مورد همین قضیه که میگفتیم اگه موقعی که آدم و ها عصبانی میشن مثلا همین فشار خونشون میره بالا چون میرن تو اون قسمت در واقع سوروایوال موده و میخوان چیز کنن دعوا کنن بزنن دیگه رو کنند. آره اینو دقیقا میخواستم بگم دیگه اینو تو اون قبلی که راجع بحث کردم و اینو گفته بودی آدم ناخودآگاه وارد این حالت فایتور فلایت میشه و کار خراب میشه دیگه بعد حالا جالبه مشکل اصلی در واقع نگرانی ما از خود انجام دادن اون فعله نیست نگران از امتحان دادنه یا ارائه دادنه یا حالا پرفرمنس ورزشی یا هر چیز دیگه نیستیم نگرانی ما از عواقب خراب کردن اون کار بیشتر در ما میشینیم پیش خودمون فکر میکنیم جای خراب بشه چقدر بد که میشه که اگه امتحانه رو خراب کنم چی میشه اگه مثلا من دارم مینوازم اون نوته رو بد بزنم چی میشه اگه پنالتیم گل نشه چی میشه اگه مثلا پارتنرم رو نتونم راضی کنم چی میشه خوشحال نباشه چی میشه می بیشتر از اینکه از خود اون کار نگران باشیم از عواقب بعد اون کار ما نگران میشیم م. و داستان چی میشه در واقع ما بیشتر اضطراب پیدا میکنیم از اینکه اضطراب پیدا کردیم بله. این حالا تو اون کتاب The Saddle Art of Not Giving a fuck من توضیح داده بودم که آقای مارک منسن گفته بودن به میگن Feedback from Hell یعنی بازخورد هایی که از جهنمی ها در واقع شما بازخورد جهنمی شما از اینکه اضطراب داری و نگرانی شروع میکنی بیشتر اضطراب و نگران گرفتن و نگران شدن و این بل. در واقع چرخه خودش رو تشدید میکنه تا اینکه یه بگم حالا اینکه تو میگی که آدما از اینکه حالا کار خراب کنن میشن ناراحت میشن از خراب شدن اون از بازخورد خراب شدن کار ناراحت میشن چند پیش با یه شخصش هم صحبت میکردم اینجا وکیله و داشتم باهاش صحبت می‌کردم گفتش که حتی از من پرسید تو چند سال تو اینا میگم مثلا من 27 سالم اما میگه تو خیلی جوونی برای اینکه مثلا بخوای مثلا همچین کارهایی انجام بدی چه کاری انجام بدی مثلا میگفت توی این مثلا عرصه که داری کار میکنی خیلی آدمایی که هستن مثلا سنشون بیشتره و خب سیزن خیلی آپدیت‌تره مثلا میگه که تو خیلی جوونی فلان و اینا بعد حالا صحبت کردیم گفتش ببین من نصیحت بد میکنم تو الان تو سنی هستی که همه چی هم بزنی خراب کنی باز میتونی برگردین یعنی اونقدر اصلا دیر نه یعنی خیلی جوونی برای اینکه میتونی همه چی یه بار بزنی خراب کنی و دوباره برگردی و هیچ هم مثلا یادش نیمونه و میگفت از زندگی لذت ببر شو لذت ببر بریم بزنیم خراب کنیم آره جالب نداری چرا جالب براتون بگم امروز یه... امروز که حالا شنبه است یه اتفاق جالب خیلی باحالی افتاد من رفتم پرواز امروز که یک شنبه است ولی خب ببخشید یک شنبه اه رفتم ف... پرواز من برای بار اول رفتم و پشت پرواز واقعا با هاپما آره <تص> پرواز <تص -latego> <تص> چیز اون, اون اگه ایجا کنم ولی رفتم پرواز چیز پرواز پشت هاپما و, و یه سری استوری حالا خیلی کم میذارم خیلی عجیبه اول اینطور بگم که پرواز کردن به نظر من یکی از غیر طبیعی ترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده یعنی بله اصلا انسان ساخته نشده برای اینکه پرواز کنه اصلا خیلی مسخر است به قول من ب... به, قول معروف به به قول من <تصفح> <تصفح> که... به نظر من خیلی مسخر است که انسان تصمیم گرفته پرواز بکنه اینی که بهتون بگم یک برای اینکه مثلا سوار ماشین که میشین دو جهت شما ایکس و رو فقط داری این زد بهش اضافه میشه توی جهت توی دایمنشن باید. دیگه هم باید مثلا کنترل بکنی سخت میشه و اینکه حالا الان ماشینا انقدر تقریبا اسمارت شدن حالا به از پراید تمام ماشینا دیگه یه جورایی برای خودشون اسمارت شدن که مثلا تو رو تو لین نگه میداره چه میدونم مثلا بلایند اسپات داشته باشی مثلا چراغ روشن میشه کسی تو نقطه کورت باشه و فلان و اینا بوغ میزنه جم عقب بری مثلا دوربین داره و فلان و افرا این هاپمایی که ما سوار شدیم می صد درصد جنگ جهانی اول اومده بود یعنی اصلا هیچ شکی ندارم زنگ زده بود از چهاش و اینکه مثلا همچه که داری میری اول که دو تا دست یه دست چپت به فرمونه به قول معروف دست راست به گازه به گازو کم زیاد میکنید یه دکمه است میکشی عقب جلو سمت پای راست و چپت هم در واقع این نوک ما رو چپ و راست میکنه در واقع پا روی فرمون دستوی گاز آره دقیقا فرید بعد یه چیز خیلی عجیبیه دیگه که تو مثلا اگه که میخوای بری بالا باید گاز هم بحیم. اگه که میخوای ارتفاع بگیری باید هم گاز بدی هم بکشی عقب هم مثلا چیز رو... آره یه خیلی عجیبیه و آدم مغزش من واقعا ترسیده بودم هرزگاهی بقیه خب مثلا به اینم عادت نری که یهو مثلا زیرت خالی بشه دیگه خب این خیلی طبیعیه توی هفه ما اینطوری مثلا یهو زیر آدم خالی میشد و مثلا میگرخید ولی خیلی جالب خیلی تجربه جالب و خیلی غیر طبیعیه برای انسان به نظر من نوع خ... هواپیما چی بود؟ از ملخی ها آره از این ملخی ها سسنای نمام چی؟ سد و پنجه بود فکر میکنم خیلی قدیمی بود واقعا فکر کنم مثلا مال حداقل مال مثلا چل پنجه سال پیش بود او. و قبلش هم مثلا با بری دورش رو ب... مثلا به چرخی و دیه تست و اینا انجام بدی و فلان و یرفا خیلی جالبه من به همه پیشنهاد میکنم که اگر که دوست دارن برن و دنبال کنن برای حالا من داشتم با صحبت میکردم میگفتش که خیلی گرونه و اینا ولی برای اینکه بتونی پرواز بکنی من نظر من چیزه بچه راه های ارزون منطقیه اون پرواز با این پرواز خیلی متفاوته ولی مثلا فکر کنم اینجا بخوای کلن چیز تو بگیری گواهی های خلبانی تو بگیری اینجا مثلا دورور فکر کنم مثلا ده تا مثلا 20000 هزار دلار یه بازه اینطوری هزینته ولی برای اینکه بخوای پرواز بکنید چیز نیست منطقی نیست پستگی داره دیگه آدم علاقه داشته باشه از هزینه میکنه آره مثلا یکی داشت با رانندگی موقع است میگه میگفت مثلا گواینا رانندگی 160 دلار اینا گفت نمیتونی اینا رو زیاد با هم دیگه مقایسه بکنی خلاص ما رفتیم و من اولین چیز دیگه استارت زدم این قضیه رو آقا مبارک خیلی جالبه. جالب جالب ترین هفته بوده بعدا بیا ما رو آپدیت کن بگو چه حسایی داشتی آره. برای اینکه بتونی گواهینامه‌ات رو بگیری باید و 45 ساعت پرواز داشته باشی تا یه ساعت شده من یه ساعت, چهلو چهلو ساعت دیگه آره یه چهار ساعت دیگه داریم خب حالا ادامه بده ما تا اینجا مشکل معرفی کردیم و احتمالا اکثر شما هم همزاد پنداری کردین با این قضیه و حالا موردهای گوناگونی که تو زندگی خودتون بوده رو مرور کردی تو زندگی یه نشو تو بگو مثلا که انگزایتی داشته باشم همین دفاعی که داشتم ولی خیلی شل کردم من روز قبلش بود روز دفاع بقیه چیز کرده بودم من شل کرده بودم نشستان رو لذت می بردم شما مورد نداری؟ منم همیشه سر امتحانا اینو تجربه کردم سالای اولی که بودم آره. این با اون اضطراب معمولی فرق داره این یه مقدار شدیدتره یعنی بگم قسمت بفتا. اول خود که هست که میخواستیم ضبط کنیم آره اون که لکنت یادم آره خیلی سخت بودن یادم واقعا لکنت میگرفتیم زبون مادری رو یادمون رفته بود بعد هزار تا در واقع گفتم روز اول <تصفح> 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 یه سیزن اول روز اول که خیلی بدتر بود فرزاد همیشه روز اول اینطوری بودن که آره مثلا زیاد با انرژی نگو مثلا جدی باش با مثلا ما هر هفته مثلا فلان بزد آدم خودش باشه بس در واقع استرسی باشن. بوده آره دیگه آره جمله نمی اومد فیلر بود اون وسط یه در واقع میگفتی تا حالا مغز لوره آره تقریبا <تصفح> خب بگو نه اینکه حالا الان خیلی خوب شده باشیم خیلی هم عالیه حالا راهکار چیه اینو شما تو اینترنت سرچ کنی راجع به هر کدوم این موارد امتحان ورزش صمیمیت اینا همچنین یه عالمه راهکار توضیح دادن که آقا شما چیکار کنید که به اون بازدهی مطلوب خودتون برسید ولی بنده حقیر اینا رو تو دو تا مورد خلاصه میکنم به نظر من ای با این دو تا مورد همش حل میشه <applause> این از ایناست که میخواد کنه آدم ها هستن مثلا دور قلبی رو سن کنه <تصفيق> <تصفيق> نه دیگه حالا ما برس تجربه شخصیمون و چیزی که خوندم من میگم حالا درست غلط شما ببخش اولش اینه که این اضطراب و استرس رو باید آرام نرمالایز کنه این نرمالایز کردن یعنی چی به صورت آمیانه همین حرفی که ایمان از اول تا الان زد آقا شل کنید یه ذره آمیانه که دایورت کنید اصلا بل. به یه بخش دیگه از بدنتون چون که خلاصه هیچ خبری نیست یعنی بعد حالا گیریم فرض محال هم شما اون چون امتحان هر چیزی رو خراب کردید اتفاق خاصی قرار نیست بیافته حالا این بیشتر توضیح میدم تو دیتیل دومیش هم اینه که تو شرایط اون ارائه اصلی تمرین کنید تمرین کنید درست تمرین کنید خیلی زاره نمیشه تمرین کرد زیاد دیگه چرا دیگه میدونم چی میخوای ولی همه چیو میشه خب حالا اولی یه ذره بیشتر بگم راجع این شل کردنه که حالا ما قبلا گفته بودیم بس کنیم <تصفح> <تصفح> قبلا گفته بودیم که آقا این کاملا طبیعیه که شما مسترب باشی همه هم میشن که اگه نشی غیر طبیعیه یعنی این که اون قضیه برات مهم نیست شما یه اتفاق مهمی برات قرار بیفته بعد بالاخره یه مقدار استراب یه تلاتون تو خود داشته باشین چیز خوبیه چیز بدی نیست. بعد. ولی قدیم من راجع به اون پارادوکس نرسیدن به چیزی وقتی که خیلی دوستش داریم و دنبالش هستیم و در مقابل اون رسیدن بهش وقتی که خیلی بهش توجه نمی‌کنیم و گفتم میگه شما وقتی تمام حواست متوجه اینه که من برم به یه چیزی برسم سخت‌تر ممکنه بهش برسید در صورتی که کارتو بکنی حالا اونم گذاشته باشی گوشه مغزت اون اتفاق راحت‌تر برات می‌افته. اون قضیه اینجا هم صادقه. و حالا اگه ما بل... در واقع, واقع باشی و بتونیم بلند مدت بهش نگاه کنیم میبینیم اکثر این چیزهایی که خیلی الان نسبت بهشون استراب داریم و فکر میکنیم که اگه درست انجامشون ندیم آسمون میاد زمین در واقع اونقدی هم مهم نیستن یه امتحان حالا دانشگاه مدرسه است یه سخنرانی سر کار یه تک به تک فوتباله داده. چونم چون هم دفعه اول البته اوله... خب اگه تو جام جهانی باشه تکیه اگه فوتبال خیلی مهمه اگه نزنی تو دروازه اسپانیا خیلی بده خب نه اینا رو میخوام بگم که چه جوری ما فکر کنیم که تو اون لحظه کار درست رو انجام بدیم درسته میگم همان. این فشار از خودمون ور داریم که حالا اگه من اینو درست انجام ندادم چی میشه درسته خب یا حالا چون هم دفعه اول صمیمیت با اون طرفیم که باش رابطه داریم چون بعدیاش بالاخره با آسودگی و شناخت میشه شرایط عوض میشه ولی اونقدر تو بلند مدت تک تک این حوادث تک تف... تک, تک, این در واقع اتفاقات خاص مهم نیستن و اگه ما اونقدر هنرمند باشیم که خودمون رو بتونیم توی یه سال آینده پنج سال آینده ده سال آینده تجسم کنیم میبینیم مثلا اون اتفاقه شاید اونقدی مهم نباشه الان تو به دبیرستان خودت نگاه کنی اون امتحانی که مهم نیست استرس داشتی خودتو داشتی براش میکشتی اون هم مهم نبوده نقش پررنگی تو زندگی نداشته اینه که میگم اگه ما بتونیم بلند مدت تر به قضیه نگاه کنیم هنرمند باشیم مثلا چند سال آینده خودمون رو ببینیم یه ذره آرامش به ما میده حالا مثلا من یه ارائه کوچیک فرد سر کار دارم خوب براش استرس داشته باشم خودم آماده کنم ولی اگه این استرس داشتنه قرار باشه که خوابو از من بگیره نمیدونم قضا رو از من بگیره این یه جای کار مشکل داره اصلا نیازی نیست قضا رو از من نگیره هر چیز دیگه رو که میخواد بگیره بگیره آره خلاص این مرحله اول اینکه آقا ریلکس کنیم خبری نیست همه هم این مشکلاتو داره ما تنها آدمی نیستیم و اون قضیه اتفاق خاصی قرار نمی قرار نیست بیفته مثلا دو راجبه به این تمرین کردن است این داستانو حالا من گفتم سر دفاع خودم تو کانادا داشتم تازه هم بود. اومده بودم یه سالو چهار پنج ماه بود اصلا از فکر این که من قرار برم اونجا وایسم یا علامه استاد من نگاه کنه یا علامه دانشجو من نگاه کنم من متکلم وحده باشم برای مدت طولانی بعدم حالا اینا بیان سوال جواب کنن استرس ها بود که بعد من رفتم تو اینترنت سرچ کردم که آقا مثلا برای سخنرانی و اینا چیکار باید کرد که چیز استیو جابز اومد بالا ظاهرا استیو جابز خیلی سخنران و در پرزنتر زبردستی بوده. ماهری بوده آره با... بعد واسه اون خوندم داشتم میخوندم که نوشته بود حتی اون آدم که انقدر خوب پرزنت میکرد دلیلش بود که یه عالمه تمرین میکرد میگفت همیشه قبل از اینکه بره سر سن و حالا چون محصول جدید اپل رو داره معرفی میکنه شما فرض کنید میگفت تو شرایط واقعا اون سخنرانی خودش رو قرار میداد میرفت توی همون سالن با همون لباسی که قراره چیز کنه هی hey, تمرین میکرد هی hey, تمرین میکرد هی hey, تمرین میکرد و جالبه با استاد خودم هم صحبت میکردم میگفتش که من برای ایشون میگفت برای دفاع دکترای خودش میگفت من انقدر تمرین کرده بودم که رو که کامل حفظ بودم همین الانم هم اگه بخوام میتونم از حفظ کل دفاعمو بگم الان که مثلا چند 15 16 سال از اون قضیه گذشته بود اون دیگه تمرین اضافیه نه واقعا خیلی موثره تمرینی که اونجا انجام شده به نظر من میتونی سی کار بهتری بکنی واسه دفاع دکترا اون برای اون مهمه خلاص که تمرین کنید خودتون تا جایی که میتونید توی شرایط اون حالا امتحان آزمون اصلی هر چیزی که هست قرار بدید و انقدر تمرین کنید اصلا مغز میره تو حالت روتین و کارو دست میگیره در میاره براتون بعد با. داشتم راجع یه خانم سخنرانی بود که خیلی سخنرانی داشته نوشته و یه مطلب جالبی اشاره کرده اونم خودش داشت نقل میکرد میگفت شما که میرید یه جای سخنرانی کنید واسه اینکه به خودتون نشون بدید که حالا آدمایی که اونجا هستن اونقدر قدرتمند نیستن که مثلا بخوان شما رو نقد کنند یا قدرتشون بتونه شما رو تحت تاثیر قرار بده میتونید اونا رو لخت در نظر بگیرید که چقدر شکننده و آسیب پذیر به زیده... لخت بله آره این ز... تو که خمیازه بکرد نه بله خودتش گرد شد خب میگفت این باعث میشه شما تو ذهنتون اونا رو اونقدر قوی تجسم نکنید و بتونید واقعا کاری که براش اومدید رفتید رو سن رو انجام بدید حالا همه اینا رو گفتم که بگم تمام این اتفاقی که برای ما میافته توی مغز خود ماست یعنی با. نش... از مغز خود ما داره نشرت میگیره هیچ کدوم از کسایی که ارائه ما رو میبینن دوست ندارن فیل کردن ما رو ببینن ممکنه... آره. یا مثلا اینا همشون انتظار دارن که ما اون در واقع گونه خوب خودمون رو بتونیم نشون بدیم پرفورمنس خوبی داشته باشیم یا چرا پارتنر ما دوست نداره ما رو تو عذاب ببینه احتمالا هم اونقدی انتظارش از ما بالا نیست اینا همه زایده ذهن ماست که تو شرایط حساس کنترل رو دست میگیره و ما رو از اون روند مطلوب خودمون خارج میکنه این شرایط هم حتما قرار نیست چیز خیلی عجیبی باشه تو پارک دوبلم بخوای بکنی چهار نفر نگاه کنم ممکنه از اون حالتی که خود تنهایی پارک صد در صد میکنی درصد میزنی به جدول آره کیفیتت میاد پایین با. و اینا زایده ذهن ماه هیچ کدوم از اون دور و ما واقعا نمیخوان خراب کردن ما رو ببینن این ذهن ما شروع میکنه از درون ما رو آزار دادن که من اینجا باز از مینا تشکر میکنم که اون سلام مینا اون دو تا قسمت صدای درون رو با ما صحبت کردن و در واقع ما رو با این مفهوم هوش مثبت نگر و اون برای قضیه تمام این خرابکارای ذهنی خود ما آشنا کردن که اینا داره همشون از درون خود ما میاد هیچ عامل بیرونی نیست من پیشنهاد میکنم که اگه تاثیر اون حرفایی که مینا زد تو اون دو تا قسمت رو الان تو زندگی خودتون حس نمیکنید حتما اون اپیزود رو یه بار دیگه گوش بدید و اگه تونستید کتاب پوزتیو uh, اینتلیجنس یا فارسیش هوش ش... مثبت نگر رو uh, یه دور دیگه بخونید نوشته آقای شیرزاد چمین و اینا به نظرم قطعا کمک میکنه که ما این ذهن رو در واقع بگم حالا ما که کنیم. میگیم که آدم ها رو زیاد مثلا شو کنن لذت ببرن و اینا یه چیز منفی هم داره دیگه که تو خیلی بی خیال شی اون قضیه رو یعنی بعضی هم دیدم که انقدر دیگه طرف ریلکسی که از اون ور به خودش صدمه میزنه دیگه افراط و تفریط دوورش بده این واسه اینه که میگی شل کنی به خاطر اینکه خودت از درون بازدهی خودت رو کم نکنی ولی اصلا نمیگم تمرین تو کم کن یا دیگه بی خیال شو این فقط واسه اینه که اون خرابکار درونی خودت رو جلوش رو بگیری و اون چیزی که براش اونجا حاضر شدی رو به بهترین شکل خودت انجام. با یکی از معلمان داشتم صحبت میکردم بعد میگفتش که آره اگر که شما مثلا یه ارائه دارید میخوایم برین دیزی مثلاً توضیح بدید یه پرزنتیشن چیزی هست می گفت اگه ناراحت نباشین صد درصد خراب میشه یه یعنی میگم ناراحت که مسترب نباشید می گفت فرها یه مینیموم استرابی آره توی آره. مثلا توی دلتون باشه یه ذره باید یعنی موقع استراب داری که برای تیزی مهمه یعنی اینو هم در نظر بگیرید که من که الان استراب دارم حتما خیلی برای من حالا برای ناخداگاه هم خیلی مهمه برای اینه که حالا استراب دارم نه برای اینکه آماده نیستم حالا همیشه میگفتش که من موقعی که خودم مثلا میرم یه ارائه دارم اگر که میبینم مثلا زیاد براش تمرین نمی کنم نه میفهم که واقعا اصلا زیاد برای مهم نیست یعنی یه نشونه ای هم هست که حالا یه که داری انجام میدی درصد اهمیتش برای خود توی حالا ناخداگاه خود چقدره و اینم خیلی مهمه بله آره چیز ب... بگو, بگو ببینم خبر برامون چی آوردی؟ کار نیوز با ما بده جز اخبار چیز این هم دوباره از همون که نبودیم ما بین دیگه. فصل سه و چهار این هم داستانه بود که اینستاگرام برداشت باسه تست تو کانادا داره. اون تعداد لایک های پوست ها رو برداشت یعنی شما اگه بیای پوست های من رو ببینی فقط میتونی یه لیست افراد رو ببینی که آقا اینا لایک کردن حقیقی چند نفرن باید بشینی 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 آره. و دلیل هم که این کارو کردن این بود که خیلی ها فوکسشون شده بود که کی عددش آره؟ عددش چنده فلان خودت رو میبینی که چند خودت میتونی بری و ببینی ولی مال کس دیگه نمیتونی ببینی از و فقط تو کانادا این کارو کردن دلیلشون این بود که مردم بیشتر به اون عکس و اون به کانتنت چیز کنن نمیدونم شما حالا بعد این تغییر ما... چه, چه حسی داشتی اصلا فهمیدی که بره. این تغییر کرد آره ما آره توی مال خودت بری نشون میده که چقدر چیز داری لایک داری ولی مثلا تو مال بقیه بری بعد بشین دونه دونه بشمری ببینی چقده آره چه جوریه مثلا من ببین تبلیغاتی که واسهش میکنن جالبه که اینکه تمرکز روی کانتنت بذاری نه تعداد لایک کنن حالا کامنت و اینا ولی من فکر میکنم که اینا هم باز یه حالت درآمدزایی پشت قضیه هست که اینا از یه طریقی در نهایت قراره از این کسب درآمد کنن مثلا یه ورژن پریمیوم اینستاگرام میاد که شما مثلا یه پولی میدی لایک و همه رو میبینی آه. یا یه چیزی پشت این قضیه هست اینا قطعا کاری نمیکنن که برای بر رضای خدا نیست اینا آره بعد یه داستان دیگه هم هست اینه که شما مثلا تو اینستاگرام این نگاه میکنی اگه تعداد لایک ها رو ببینی میری معمولا اون پست و اون پیج رو میبینی که تعدادش بالای دیگه اون پست پیجی رو ببینین که تعداد لایکش کمه با این کار اینا در واقع باعث میشن که شما بری همه چی رو ببینی یعنی وقت بیشتری رو تو اینستاگرام بگذرونی این حالا هر چی و این باعث میشه که اونا پول بیشتری در بیارن نمیدونم من حالا به نظر من چیز مثبتی بود دیگه چون که این مشکلی که حالا آدما از لحاظ فکری تو همیشه خودتو با بقیه مقایسه میکردی که حالا فلانی که دوست منه چه میدونم تعداد لایک هاش روی عکس آخرش هم من بیشتر بوده خیلی الان خیلی مثل اینکه مود شده یعنی توی بله. چی بهش میگن توی فضای مجازی و مخصوصا بین کسایی که حالا سنشون کمتره خیلی مود شده آدم داشتی چیزی. به تعداد فالوور مینازید به صورت رسمی مینازید ببینید چند کا آره چند می واقعا مینازید هم دیگه یعنی میگم <تصفح> یعنی این یه مشکلی شده بود و خیلی حالا به نظر من داشت ذهن بچه مثلا کسایی که سنشون کم تره مثلا توی دبیرستان و هستن خیلی به صورت منفی داشت چیز میکرد افکت میکرد و به نظر من این یه نکته یه حرکت رو به جلو دیگه حتی اگر این که مثلا فردا روزی بخوان یه دونه ورژن پریمیوم بذارن که حالا بعد پول بدی نمیدونم واقعا چند نفر شما به نظر اگه ورژن پریمیوم بشه شما مثال پول می... من... نه مثال نه مثلا میگم یعنی, یعنی در نهایت میخوان... یه کاریه که برای کسب درآمد بیشتر خودشونه منم منم با ایمان موافقم که اینا ای این تصمیم و ادامه اون تصمیم بود که مثلا یه آپشن دیگه اضافه کردن که میتونی بهش بگی مثلا من در روز اینقدر دقیقه بیشتر تو اینستاگرام البته نه اینکه بیشتر بهت نوتیفیکیشن میگه آقا مثلا شما 20, دقیقه, 20 دقیقه, دقیقه, دقیقه شده دیگه این یه حالت مثلا بخش بخش, <laughs> بخش <laughs> اتیکال بیزنسشون و اینا مثلا اینجوری دارن چیز میکنن که آقا یوزر ما زیاد اذیت نشه من, اینطوری فکر می‌کنم جالبه ولی پشت جا ولی آره. فقط هم الان تو کاردا به صورت تستی, تستیم. این کاری کردن بعد جا اونم جالبه برانده. چرا کانادا فقط چرا رندوم نبوده تو به نظرم به خاطر اینکه آدم خیلی نایستری داره جدی میگم احساس میکنم که مثلا اعتراضا به قول کارو خیلی کمتر خواهد بود به این قضیه و همه جلوه مثبت این قضیه رو نگاه میکنن حالا باز به نظر من آشا حالا بقیه جا چون کانادا خیلی معروف به این که آدم های نایسی داره شاید دارن از این قضیه استفاده میکنن یا شاید هم تعداد کسایی که دارن توی مثلا کانادا استفاده میکنن جمعیت خیلی کمتریه یعنی اگر که میخواستن شما مثلا مثلا سروری که بعد آپلود میکردن چون مال کانادا و آمریکا مثلا جدا بود مال اروپا مثلا جداست مثلا مال کانادا چون که درصد آدمهایی کمتری رو افکت میکرد نمیدونم واقعا بتونن با کانتری که نمیتونن چیزش بکنن سورتش بکنن بعید بدونم دلیلشو دل نمیدونم لابد دلیل داشت بالاخره یه جواب شروع میکرد آره ولی کاردا جالب بود که ما اولین چیز بودیم موشای آزمایشگاهی قضیه بودیم آره یه چیز دیگه که داشتم دنبال اخبار رو اینا میگشت اخبار که نه چیزای جالب یه عکسی دیدم تو توییتر عکس یه سیگاری بود که البته غیر معمول درمانی سیگار و از... انبر نسرا نصارا, نصارا نصارا آره میخواستم اینو بیارم مثل اینکه توی این رولای سیگار پشکل خر ماده هست یا اولاغ ماده هست بعد اینا یه سری سیگار یه سری خواس خیلی چیزی داره دیگه قدیمی ها مثلا استفاده میکردن آنتی بیوتیک و مسکن قوی برای دنداندر مخصوصا ناشی از عفونت. خب دیگه خب پشکل خوش افونته. از بین برنده قوی سریع ویروس های سرماخوردگی و مهار آنفلانزا درمان چی افونت های شهید لسه گوش حلق بینی گل و عفونت چشم درمان چی؟ آبسه. آبسه و آفت دهان درمان سینوس و سینوزیت های مزمن و حاد درمان سردرت های کهنه کهنه جدید و رو تقریت و از بردن التحاب آن اوکی درمان مشکلات تنفس مانند آلرژی فصلی و تنگیر یا جان پشکل شما یه بشخاب اگه میشه پشکل خر ولی من خودم تجربه شو دارم که نکشیدم ولی نه حالت اینطوری درمانش من فکر کردم اینطوری باشه میسوزونن اون قطعه پشکل عزیز و و دودش در میاد بعد دود می اون دودو مثلا میگه همینطوری که این میگه مثلا اونجایی که نمیدونم درد میکنه التهاب داره یا فلان من جواب گرفتم حالا اگه میدونید که شروع کنیم رو آمازون پشکل بفروشیم پشکل ما مادر که زیاد بعدا مانده باشه تو کارادام چیز دیگه زیاد داریم داریم بله من ببین من خیلی مشکلات منو میتونه حل بکنه اصلا همین الان خوردگیه مشکلات تنفس حتی آخر بخونی آلرژی و آفت دود انبر نصارا هیچ گونه عوارض جانبی ندارد یک بار امتحان کنید تا تاثیر موجه ساسای تب ابو علی دیگه علی را ببینید آخه نمیتونی این طور بنویسی هیچ گونه عوارض جانبی نداره چون پشکل تا حالا کشیدی که اینو میگی آقا شاید باشه شاید مردم بیان کامنت بدن بگرد توش پرگش یه رو هم فکرشو نمی کرد یه روز از پشکلش سیگار بزن نظاره چیه کارون نظرم که باتری دوربین داره تمام میشه بیشتر آخ میشه چیز کنیم میتونیم سفارش بدیم بیا آره حتما خیلی خوب خیلی خوب شدی تو بله خیلی خوب تو هم که دیگه چیزی نداری آه خیلی هم عالی این قسمت 147 بود ما توی تمام فضای مجازی اسم خود تو توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب آره یوتیوب به صورت تصویری ما توی یوتیوب میذاریم میتونید برید تماشا بکنید ما میریم و هفته دیگه با دو موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدا